بچه های گل پایه دهم ده سلام وقت همگی بخیر خیر بچه ها سه تا تست از همایش روز 21 اردی بهشت به باقی مون قرار شد این سه تا تست رو براتون حل کنم و داخل پیج اینستاگرام به اشتراک بذارم پس بیوقفه شروع کنیم سال هفت گفته بود گاز آمونیا که حاصل از واکنش دو ممیزه هش گرم نیتروژن با هیدروژن را به طور کامل میسوزانیم خب ببینید توی قسمت اول واکنش نیتروژن با هیدروژن مطرح شده ببینید این نیتروژن این هم هیدروژن که به ما NH3 میداد بعد از اینکه که NH3 تولید شد گفته گاز آمونیاک حاصل را میسوزانیم ببینید NH3 رو با O2 واکنش داد و NO تولید کرده و h موازنه هم انجام شده برای واکنش حالا بریم ببینیم چه اطلاعاتی داده و چی میخواد اگه دقت کرده باشید گفته دو ممیز هش نیتروژن یعنی N2 رو به ما داده و گفته در پایان واکنش حجم گاز NO حاصل ببینید تو واکنش دوم NO حاصل میشه و حجم اینو میخواد در شرایطی که حجم مولی گاز ها 22 لیتر است خب سوال چیه دو واکنشیه سوالیه که یک ماده تولید شد تو واکنش اول و رفته توی واکنش دوم و مصرف شده توی این حالت چه کار میکردیم بچه ها؟ میومدیم ماده مشترکمون رو پیدا میکردیم یعنی همین انهای سهی که تو واکنش اول تولید شده و تو بعدی مصرف شده این ماده رو در نظر میگرفتیم و کاری میکردیم که ذریبش رو تا واکنش برابر بشه تو واکنش پایینی ذریب انهای سه چهاره ولی تو واکنش بالا دوه خب چیکار میکنم میام واکنش بالا رو تو دو ضرب میکنم پس میشه ضرب در دو وقتی این واکنش داخل دو ضرب بشه همه زرایب دو برابر میشن حالا میایم این دو رو بر میداریم دو تا این دو میذاریم کنار چهار تا این او بچه ها تو واکنش اول دو تا این دو داشتیم تو واکنش بعدی چهار تا این او داشتیم درست شد؟ حالا اطلاعاتو می نویسیم ببین برا این دو گرم داده و از ان او لیتر میخواد درست شد حالا ببینیم چه اطلاعات دیگه ای داده بچه برا لیتر حجم مولی داده من کسرها رو این پایین می نویسم که براتون یادآوری بشه خب کسر گرم که بود گرم پایین ضریب ضرب زر در جرم مولی کسر حجم زمانی که حجم مولی میده حس حجم پایین ضریب ضرب در حجم مولی این کسر هامون بود حالا ببینید ضریب N2 دو جرم مولی N2 N14 دو تا N میشه 28 مساویس با X لیتر پایین ضریب N4 بچه ها ضرب در حجم مولی گاز هم 22 محاسباتش رو انجام بدیم این دوتا کسر مساوی هم قرار بدیم و x رو پیدا کنیم حتی ببینید دو ممیز هشت با اصخایی میکنم دو ممیز هشت با بیست و هشت به یک دهم ساده میشه و این چهار با این دو به دو خب کسر سمت چپ شد یک دهم ده کسر سمت راست بالا x پایین دو ضرب خب در میشه چهل و چهار خب x رو حساب کنیم میشه چهل و چهار ضرب در یک تقسیم به ده میشه چهل و چهار تقسیم به ده واحدش هم لیتر این از این سوال بریم سوال نه حل کنیم بچه تو سوال نه هم دقیقا دو تا واکنش داده اما واکنش ها مثل اون دو واکنشی هایی که قبلا توضیح دادم نیست چطور؟ ببینید تو دو های قبلی من بیارم ببینید مثلا حالا بچه هایی که جزو داریم و همایش رو شرکت کردیم اینجا ببینید انهای سه تولید میشد همین انهای سه تو بعدی مصرف میشد ما ذریع به انهای سه رو یکسان می کردیم توی مثال هشتی که سر کلاس براتون حل کردیم خودش گفته حجم گازها با هم چی هن؟ برابر هن. یعنی سه دوی که اینجا تولید شده با سه او که اینجا تولید شده اینا با هم چی حجمشون برابره اینجا تو این مدل که میگفت مثلا دو تا حجمشون برابره یا مثلا یه ماده تولید میشد و به طور کامل تو بعدی مصرف میشد ما میومدیم زریبایه ماده مشترک رو یکسان میکردیم مثلا ضریب انایسه اینجا یکسان میشد ضریب سودا هم اینجا یکسان میشد اما دقت کنید یک مدل مسئله داریم که دو تا واکنش مطرح میشه اما تو سوال نمیگه حجم یکسانی گاز تولید شد یه چیز دیگر رو یکسان میگیره و یه مدل دیگه باید حل کنیم سوال میخونیم بچه نظر من اینه که فیلم رو نگه دارید سوال خودتون بخونید روش فکر کنید حتما قلم و کاغذ قلم و جزوه کنارتون باشه روی این سوال فکر کنید بعد ویدیو رو ادامه بدید و ببینید خب سوال نو گفته در اثر <تصفح> مذخواهی میکنم در اثر واکنش جرم یکسانی از فلزهای سدیم و پوتاسیوم طبق واکنش های زیر گاز هیدروژن تولید شده است نسبت جرم گاز هیدروژن تولیدی در واکنش سدیم به گاز هیدروژن تولیدی در واکنش پتاسیم چقدر است بچه ها ببینید تو سوال های قبل مثلا میگفت هاشتوت جرمش یکسان اما الان هیچی از جرم هاشتوت نگفته و نسبت جرم میخواد اما گفته چی یکسان بوده سوال اگه بخونی میگه جرم یکسانی از فلزهای سدیم سودیوم ان آست پوتاسیوم هم کا با آب واکنش دادم ببین نا هاش دو, دو تا هاش به اضافه هاش دو پایینی هم به حالا کاری که اومده انجام داده بچه ها جرم این دوتا رو یکسان گرفته وقتی جرم یکسانه تو یه پارامتری حرف یه کمیت در نظر بگیر و اونو به عنوان جرم یکسان بذارم مثلا جرم یکسان میتونم ام گرم بذارم و محاسباتم با ام حساب کنم آقا ان رو میگیرم ام گرم کارم میگیرم ام گرم چون جرم اون یکسانه گفته گاز هیدروژن تولید شده نسبت جرم گاز هیدروژن تولیدی در واکنش سدیم به گاز هیدروژن تولیدی در واکنش پتاسیم چقدر است بچه ها کاری که باید انجام بدیم اینه که بیان جرم هیدروژن رو توی بالایی بر حسب ام حساب کنیم اینجا بنویسیم تو پایینی هم بر حسب ام حساب کنیم اینجا بنویسیم بعد جرما رو تقسیم به هم کنیم چون سوال چی میخواد هاش دویی که تو واکنش سودیوم تولید شده به هاش دویی که تو واکنش پتاسیم تولید شده جرماشون هم میخواد ها پس میریم جرما رو حساب کنیم خب من جرم هاش دو بالایی رو با مثلا x نشون میدم میگم آقا x گرم x رو بر حسب m پیدا میکنم سوال یک کم سطحش بالا خب بالا اینجا باید جرم اه... کس رو برای n بنویسیم جرمش m گرم ضریبش دو جرم مولی n a بهمون داده 23 اینجا x گرم ضریب یک جرم مولی هاش دو هم دو مساوی هم قرار بدیم این دو با این دو میره و x ست یعنی جرم هاش دو تو واکنش بالایی این x مون و بچه ها جرم هاش دو تو واکنش انا x به دست میاد n بیست و پس x که همون بالاش می نویسم. جرم هاش دو واکنش n باشه به دست میاد n بیست و سوم بریم پایینی رو حساب کنیم خب پایینی رو جرم هاش دو پوتاسیوم رو مثلا با ایگرگ نشون میدم ایگرگ بچه ها میشه مخرج ما دیگه ببین خب ام گرم ضریب کا دو جرم ولیش سی و نو هم. این سمت ایگرگ گرم پایین ضریب زبرد جرم هاش دو دو مساوی هم قرار بدیم بچه ها دو با دو ساده میشه ایگرگ به دست میاد ام سی و نهم این ایگرگ چی بود بچه ها؟ جرم هاش دو از واکنش پوتاسیوم خب حالا سوال نسبت اینا رو میخواسته دیگه ببین یه خط اینجا بکشم جرم هاش دو رو تو واکنش سودیوم میخواست به جرم هاش دو بچه ها نیاز نیست تو تست شما این همه کامل بنویسین چون من دارم تدریس میکنم اینجوری فارسی خوشگل دارم بنویسم چون این کار صرفا وقتت رو میگیره هیچ فایده دیگه ای نداره منتها چون من دارم تدریس میکنم مجبورم کامل بنویسم خب جرم هاش دو تو واکنش آ بچه ها بود چند؟ این بود بود ام 23 پس اینو میارم اینجا مینویسم ام 23 و جرم هاشتا از واکنش کا ام 39 میام اینجا مینویسمش ام 39 خب میشه ام 23 تقسیم بر ام 39 دور در دور نزدیک در نزدیک میشه 39 ضربه در ام پایینم 23 ضرب در m میشه 39 23 و اینم از این مثال بریم مثال دهم هم حل کنیم دیگه تموم